تلویزیون دولتی سوریه گفته اسرائیل دیشب چند نقطه رو در دمشق پایتخت این کشور هدف حمله هوایی قرار داده. دیدبان حقوق بشر سوریه هم میگه در این حمله چند سایت پدافند هوایی سوریه هدف قرار گرفته و دو نیروی ارتش این کشور هم زخمی شدند. همزمان بعضی رسانه‌ها از جمله الحدث و العربیه از کشته شدن 11 نفر از نیروهای سپاه پاسداران در این حملات خبر دادند که هنوز رسما تایید نشده. جزئیات بیشتر از همکارم بابک اساقی در تل آویو. پس از حمله ای که به اسرائیل در سوریه نسبت داده شده، منابع العربیه و الحدث و نشریه عربستان سعودی از کشته شدن 11 سرکرده سپاه پاسداران در این حمله خبر دادن. البته هنوز هیچ یک از منابع دیگر اروپایی و جای دیگه این خبر را تایید نکردند. در کنار اون رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران هم امروز این خبر را نادرست خواند و گفت که کاملا بی اساس هستش و او را کاملا تکذیب میکنه. در هر حال منابع العربیه و الحدث میگویند که در حمله اسرائیل بجز 11 نفر از افراد سپاه پاسداران که کشته شدن، چند نفر هم مجروح شدن، در که یکی از اونها را نور رشید فرمانده سپاه پاسداران در شرق سوریه خونده و خاطر نشان کرده که فرماندهان سپاه پاسداران ایران در شرق سوریه در حال پذیرایی از یک هیئت عالی رتبه در فرودگاه دمشق بودند که این حمله انجام گرفته. باید گفت که در این روزنامه ها گفته شده که حمله ای که انجام شده بسیار بزرگتر از حمله بوده که چند روز پیش در آن رضی موسوی یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در سوریه کشته شده بود. منابع اطلاعاتی و خود ارتش سوریه هم اعلام کردند که این حمله انجام شده در شامگاه پنجشنبه. هدف یک پایگاه اصلی پدافند هوایی در جنوب سوریه بوده که به گفته ارتش سوریه بسیاری از موشک‌ها رهگیری و نابود شدند. رسانه‌های رسمی سوریه هم گفتند که این حمله اسرائیل از خاک لبنان انجام شده، یعنی جنگنده های اسرائیل از خاک لبنان سوریه را مورد هدف قرار دادن. این منبع همچنین تصریح کرده که این حمله تعدادی از نقاط را در اطراف دمشق مورد حمله قرار داده و خسارت مادی فقط به دنبال داشته. دیدبان حقوق بشر سوریه هم که جزی از مخالفان بشار اسد هست به نوبه خود اعلام کرد که موشک‌های اسرائیلی منطقه فرودگاه بین‌المللی دمشق و همچنین نقطه‌ای در خاک یک گردان پدافند هوایی در حومه جنوبی استان سویدا را هدف قرار دادند. دیدبان حقوق بشر همچنین اشاره کرد که هواپیماهایی که دیروز حمله کردند درست یک روز پس از این بوده که دمشق فرودگاه بین‌المللی خودش را باز کرده بوده. در هر صورت همانطوری که گفتم هنوز هیچ یک از منابع دیگر این خبر را تایید نکردند. بابک اسحاقی، تل آویو.